های بچه ها، خب شروع کنیم صبحانه رو. بعدش مرسی 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 مرسی. خب یه رقصی کردیم، حالا ببینیم اون چی میشه. بعدش بیاییم چیز کنیم، بیاییم صبحانه رو بخوریم. خوب بودم؟ آره خوب بودم دیگه. امروز دیشب خیلی خوب خوابیدم، ولی خب دیروز خیلی بحران، یعنی گروه، اصلا گروه ما همش مسئله داره همش. خب بریم صبحانمون رو شروع کنیم. البته احمد ممکنه وسط لایف بیاد، ممکنه بیادم، خیلی خوب میشه، خوشحال میشیم از دیدن احمد هممون. دیروز گفته بود اگه تو نمیای من میام یه سری چیزایی میارم. اول اینو بخوریم که درست کردیم، خیلی خوب بود. بچه اون کلیپی که دیدید که من تبلیغات نمیپذیرم مربوط به چند ماه پیش بود؟ 5-6 ماه پیش بود که من حنا گذاشتم، حنا رو هم جلوی شما گذاشتم، یعنی لایو حنای من هست. حالا اینو امروز سعی میکنم استوری کنم بچه ها ببینن. بعد تو همون حالی که من حنا سرم بود، بعضی وقتا این استوری هایی که من میذارم یه دفعه است، یه دفعه به ذهن من میرسه، میگم همون لحظه من اینو استوری کنم تا یادم نره پیامی که به دلم میفته. بعد یه دفعه دیدم هی میگن تعرفه تبلیغات. همون روز سر منم بود، برگردم گفتم بابا ما تبلیغات نمیپذیریم. اون شد خودش یه کلیپ جاودانه، شد مال چند ماه پیشه. من موهامو رنگ نکردم خیلی وقته، چند ساله فکر کنم 10 ساله حنا گذاشتم. حنا هم که یه چیزی بود میخواستم بذارم دیگه. خب بیایم حالا پنیره رو بخوریم و با این نونو با قیماق با پنیر رو اول پنیر بخوریم. اینو نمیبردم، دلم نمیخواست بلنشم. حالا بذار ببینم اینجوری با این زدم. بابا نباید بزنم اگه سر صدا، اونم یک شنبه خجالت داره. فکر کردم زود چیز میکنم، نه دیگه یه دونه گردو بسته، با اون شکوندم، باید بلنشم اگه گردو خواست. خب البته اینجا در خونه نوسازه، خیلی خوبه خونه نوساز، و این ایزوله هست در دیواراش، وگرنه خونه قبلیم وای خونه قبلیم بغلی حرف میزد با تلفن صداش میومد. خونه قبلیم صدای تلویزیون میومد، دیوارا پپه. اونقدر وقتی داشتن خونه رو میکوبیدم، بعد میدیدیم چقدر این دیوارا و اینا سطحی بودن. خب ما شروع کنیم به یک کم کره. خب اینو نه تو باش با. خب بیام ببینم سوال کنی. من معتاد صبحونه خوردن من شدی. خب خوبه، خیلی خوبه. خب به خاطر اینکه شما وقتی با الان قد بچه ها برای من عکسایی میفرستن از اینکه چقدر صبحونه هاشون سالم، چقدر مفید، چقدر اصلا خیلی خوب، خیلی من دارم میبینم لایف استایل بچه ها چقدر عوض شده. چرا دیگه احمد میاره دیگه، ولی این مربا هنوز از مربای آبی که دیدی تو لایو قبلی از هدا بود، این از هدا، این قیماق بهناز، بعد پنیر هنوز مونده.
ولی با این حال احمد گفت من میام امروز. گفتم باشه بیا. تقریبا یخچال خالیه، میوه دوتا مونده، یه سیب مونده، یه پرتقال. چند روزم من فردا آذر افغان خواهد بیاد. خیلی جالبه، برای من یه عکس فرستاده، گفته یه حلوا شکری خریدم زیادمه، یه دونم از اون پنیر خریده بود، حالا اسمشو نمیدونست، عکسشو که فرستاد گفتم بابا این از اون پنیرهای خیلی خوبه که احمد میخرید. گفت نصفشو میخوام، نصف حلوا رو میخوام بدم با نصف این پنیره رو، بیام. گفتم آره بابا بیا، خیلی خوبه. میشینیم بعدا شاید برفتیم قدم زدیم و با این آذر خوش میگذره، خوشم میاد. آذر افغان به خصوص. یکی آذرم خوشم میاد. یه چیزایی داره که حالا من به خودش خواهم گفت، یه مقدار تا با هم دیگه لذت زندگیمون بیشتر بشه. سبزی ها رو خوب شد دیدم، رفته بودم پشت متوجه نشده من. بچه ها در مورد دندونام پرسیدم، من تا موقعی که با پدر و مادرم ارتباط داشتم نه پدرم نه مادرم دندون مصنوعی نداشت. بابام 80 سالش بود آخرین بار که دیدم، مامانم 70 خورده 70 سالش بود. اینا 10 سال با هم تفاوت تو سن دارم. هیچ کدوم دندون مصنوعی نداشتم. الان نمیدونم. 10 سال ارتباط ندارم دیگه. خودم هم که اصلا دندون درد و اینا من نداشتم که. خیلی به ندرت من دندون یادم که بیا فکر کنم که دندون. دندونام هم که ایمپلانت کردم اصلا میدونین چی بود جریانش؟ من رفتم یه دونه این دندونه من که یه زیتون شکوندش، یه دونه دوره دانشجویم بود و این آدم دندون پزشک بیشعور به جای این که بگه بابا روش روکش میکشیم گفت بکشیمش. اون باعث شد که یه دندون من یه دندونم کشیده بشه به خاطر یه زیتونی که خورده بودم. 26-27 سالم بود. خیلی بعد مامانم اینو شنیده بود، با وجود این که با من اختلاف داشت انقدر عصبانی شده بود کلی به اون دندون پزشک فحش داد که چقدر بیشعوره که دندونی که ریشهش خوبه فقط شکسته تو اینو کشیده. خب این از اون. بعدش من یه بار حدود 2000 و چند ما اینجا میرفتیم چه در سال میرفتیم بیمه درمانی ما برای جرمگیری و کنترل مجانی بود دیگه، بودش بود. من هم میگفتم خب سالی یه بار که این به خدمات به ما تعلق میگیره خب من برم کنترل. رفتم و جرمگیری میکرد، یه بار گفتش که اینجا فکر کنم یه مقدار عفونت هست. گفتم من هیچ چیزی حس نمی کنم، نه مزه دهنم عوض شده نه نمیدونم فلان. گفت برو یه دونه عکس بگیر. عکس گرفتم اومد گفت اینجا یه عفونت های هستش و فلان و اینا رو بهتره یه چیز کنه. یه همینطور تو ذهن من بود تا اینکه رفتم و یه بار اصلا بدون هیچ دردی بدون هیچ ناراحتی من از دندون داشته باشم دکتر گفت خب اون بالا رو بکشیم نمیدونم چیه اون عفونت رو تمیز کنیم. ما هم گفتیم باش. این شد ایمپلانت ما. اصلا کلا من بدنم سالمه. تنها بیماری که به من گفتن و دارم و گفتن که من بیماری دارم گفتند
بیماری روحی روانی و نمیدونم این بایپولار و چی و چی و چی و چی و بی بود که 3 سال به من دارو دادن، دارو خوردم دادن، خوردم ها، نه اینکه خوردم ها، به خوردم دادن. تا ما بیاییم از این سیستم خودمون رو بکشیم کنار طول کشید. حالا دیدم بابا باید من تا آخر عمرم این داروهای اینا رو بخورم. بعد گفتم ول کن بابا، خودم داروامو قطع کردم با کمک ینس. ینس گفت کمکت میکنم. رفتیم رو مزرعه یه دونه زمین گرفت و تمام این اونقدر رو زمین کار میکردیم، رو گل و زمین و نمیدونم فلان. این باعث شد من یه مقدار ابلنکن میگن آلمان، یعنی ذهنت رو منحرف بکنی از مسائلی که ممکن بود در غیاب دارو، چه داروهای وحشتناکی به من میدادن. خودم هم اونم با کمال تعجب تمام شورا و فلان و بهمان و اینا، شما چطوری تونستید؟ 20 سال دارو نمیخورم. 20 سال چیه؟ 22 سال، الان 20 سال 2000. گفتم به حرف شما گوش ندادم، همونم شما منو مریض کردید، همونم شما منو مریض خوندید. ملاهایی سر من آوردن سر اون، وگرنه بدن خود من خیلی قشنگ خوب خودش میگفت چیکار. اگه به حرف بدنم گوش میدادم و اطرافیانم به بند نمی کردن، همونم پیش نمی من. تمام مسائل که برای من پیش اومده بود همش روحی روانی بود. یکی از بچه ها در مورد کمردرد میپرسید، تمام ناراحتی هایی هم که من داشتم همش با همین چیزای مختلف حل شده. حالا هم که یکی از بچه ها به من نجلا به من اون پماد داده برای پسوریازیس، دارم میزنم نجلا زدم و ببین از هموم که میام میزنم. پسوریازیس هم که از کوچیکی از 3-4-5 سالگی داشته. مامانم هم تو کتابام نوشتم فکر میکرد کچلیه. من چون میخوام کردو بخورم، بذار اون کردو چیزا رو بیارم. صدای خب دستتو بشور. برای چی دستم برای چی بشورم؟ قبلش شستم دیگه. از قبلم خیلی آفرین، از قبلم خیلی بهتر شدم. تو ایران عفونت ادراری، از بس مامانم همه چی رو با نمیدونم ضد عفونی. من اصلا مواد ضد عفونی ندارم که. تو دوره کرونا یه مثلا بگید که من از این چیزا میزدم، نمیزدم. انقدر مامان من مسائل ضد عفونی تمیز کردن، همه چی بوی وایتکس پرمنگنات نمیاد، سبزی رو میخوای بشوری همیشه هم مریض بودی. حالا خب منم کمتر. بابا من کجا گذاشتم؟ نه این نیست، ولی خب فعلا الان با همین دیگه بلند نشم. گذاشتم اونجا، گذاشتم. اینا بیام سوالاتون رو در مورد گروه بکنم.
خب تو خونه راحتم این، یعنی منظورت اینم در بیارم؟ خب آیت الله اینستاگرام نمیذاره دیگه، وگرنه من الان بچه ها که اومده بودن اینجا لخت منو خیلی دیدم، میرفتم از خواب، من همیشه لخت میخوابم، بلند میشدم میمدم چند تا نفس بکشم. خوبه برخورد بچه ها خیلی خوب بود، مثلا نگاه کنن ای زیبا لختی، ای نمیدونم کست کنت فلان آینو، خیلی بچه ها. هم سمیرا، هم مهناز، هم شهناز، هم بچه ها خیلی راحت برخورد کرد، اصلا انگار لباس دارم. آفرین بهتون. از خدا چه خبر؟ آمون بگم بریم. زیتون بخوریم. زن من شطور خدا گفتم برو خونه فرشته. زن من شطور برو اول خونه فرشته گفتم. ببینم چه جور آدمی هستی تو، هم که تریاکی هم در اومدی تو، هم دیروز با اون عکسی که فرستادی تو برای من، همه هم تریاکی. بلکن این هم نیستم، اون بسته دیگه، برو اونجا. من و مامانم شرط بستیم سر چی؟ آخه از بیمارستان لایف میذاری. بچه ها بقیهش رو میخوام. دو سه بار اومدم لایف بذارم، اتفاق افتاد. یه روز اومدم لایف بذارم، فاطمه هم الان اجازه خروجش رو از تهران، از مشهد گرفته به تهران، بعد فردا میخوام بیان چیز، ما اول باید برسیم. دیروز روز سختی براشون بود، من باید، مهدی هم فکر میکنه که مهدی هم یه ذره براش فشار روحی اومده، ولی خب من درکشون میکنم. بچه ها باید دست همو هممون بگیریم، همدیگر رو درک کنیم. این که نمیدونم مثلا کوروش، خب الان بچه برادرشو دوست داره مثلا برادرشو ببینه دیگه، حالا باید اینجا یه برنامه ریزی برای کوروش بکنیم بیاد مثلا تا موقعی که فردا. آره چه فکر خوبی، مهدی که سر کار میره کوروشو بیاریم پیش چیز، بگم امشب کوروشو بیاره مهدی پیش رها، پیش فاطمه بمونه، آخر روز آخره که مثلا میخواد بره تهران فردا پیش مامانش بمونه. رها اگه حرف منو میشنوی خب حالا من خودم هم پیام میدم به مهدی، ولی مهدی هم یه ذره سخته دیگه آدم. بابا بعد کسایی که از زندان میخوان آزاد بشن به همون زندان، یکی بود 30 سال بود تو زندان بود داشت آزاد میشد، دچار بحران شده بود، به همون زندان عادت کرده بود دیگه. ما هم مهدی رو دوست داریم، هم فاطمه رو، هم بچه ها رو، و با کسی مبارزه نمی کنه. و اینکه آفرین به بهار در قیطریه تهران، چقدر برخوردات خوب بود، آفرین، چقدر استپ بای استپ میری جلو. و این همه چرت و پرتایی هم که آدما میان، آخه ببینید یه اصطلاحی تو ترکیه هست، یتمه وای وای دیان سخته، چرک برن چرک برن یخته، یعنی اینا که دور گود نشستن تحلیلگران و پروفسورا شروع میکنن به حرافی. اینا رو باید همیشه فکر کنید، اینجوریه، فکر کنید روی در رابطه با اون مسئلهی که در مورد پل صراط میگم،
میگم پل سرات از مو نازکتر از شمشیر تیزتر. شما فکر کنید اون پایینم انواع خطرهای مختلف، هی های و هوی، فکر کنید دیوای وحشتناک. حالا سمبولیک میگه هی دارن تحریکتون میکنن که بیفتید دیگه. کسی میتونه از روی این پل به درستی رد بشه و به خوبی رد بشه که فقط مستقیم نگاه کنه و به اون های هویا اهمیت نده. خب این خیلی قدرت میخواد. خود مهدی دیروز اومده بود گفتش این حرفایی که این میزنم نمیشه دیگه باش صحبت کرد. رفتم تو گروه گفتم به ادمینا، حالا خود اونم ادمینه چیزه، حالا میام در مورد هدام میگم. هدام خیلی روز سختی رو داشته، مامانش رفته بیمارستان اینقدر که خودشو زده، ولی بعدن خوب شده، بعدن خوب شده. بعد نشستن دور یه میز، خدا سفارش غذا داده، گفته من سفارش غذا، همه مهمان من چلو کباب سفارش داده. بعد میگه من، مامانم، برادرم، هانی، خواهرم، خودش، پنج نفر درسته، یک، دو، خودش، مامانش، هانی، برادر دیگه، سه، چهار نفر. بعد ریاضیم خیلی خوبه. نشستم بعد میگه غذا خوردیم بدون یک کلام حرف زدن. گفتم خب خیلی خوبه، این مثل همون برنامه‌ایه که بی کلامیه که من و تو داشتیم. الان در واقع تو داری انقلاب رو از خونه خودت شروع میکنی. من میگم اینو بذارم بخورم. زیبا خط قرمز نداره، از هر که لذت ببره میره توی سکس. آره من اگه به کسی احساس سکسی پیدا کنم که رو هوا میگیرم، خودم بهش سری میگم. انقدر این حسم رو دوست دارم و اینکه انقدر دیر بیدار میشه، به شاطر نونوایی هم بیدار بشه ما بهش میگیم. نه عقده‌ای بشم نگه، بعد بیام شب بمونم بگم ای با مثل اون دوره نوجوانیم. نه میگم طرف میتونه بگه نه خانم من اصلا به شما حسی ندارم، میگم اوکی بای بای مرسی، حداقل به خودم بدهکار نمیشم. خط قرمز من مثلا شاطر نونوایه، نه خط قرمز من هیچی ندارم. به این زودی ها نه سکس نکنم. برای همینه که میگم اگه بیدارشه باید رو هوا بگیرم دیگه. شما فکر کردید حالا به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر، به خاطر آخرت خودم رو سرکوب میکنم؟ اون ممه رو لولو برد. چه سبزی خوبی شد. نمارم مربا بخوریم، این بمونه برای مربا. ولی نونه خوی نونه چه دم دارم کنه که برو تو اینو بریم جا. بعد داشتم در مورد هدا میگفتم. هدا یه کار خیلی جالبی که میکنه و دیروز با من حرف میزنه، میگه میگه که من اولین بار رفتم به مامانم تو چشماش نگاه کردم اینجوری
و حرفم رو زدم. گفتم آفرین، کاری که من نتونستم هنوز بکنم. خدا خیلی جرأت داره، خدا خیلی خیلی خوشم میاد از این دختر، هر روز بیشتر از روز پیش، هر روز بیشتر از روز پیش. من هنوز اقرار میکنم من هنوز این کارو نکردم که تو چشمای یکی از آرزوامه. یه بارم اومدم 3 سال پیش همین آرزومو برآورده کنم. شنیدی؟ حالا توش کم بیزرسم ای بیاخت بعدم پامل چیز نکنه، زخمی نکنه. بعد آرزوم بود دیگه به پدر و مادرم چشماشون نگاه کنم حرف بزنم. آفرین هدا، آفرین. ولی میگه رابطم تو چشمای مامانم وقتی نگاه کردم احساس کردم. خیلی جمله قشنگی رو گفت هدا، خیلی جمله قشنگ. گفتم چقدر دریافتت خوبه. گفت وقتی نگاه کردم احساس کردم که منو دیگه مریض نمیبینه، حرفای منو داره عمقشو میفهمه. گفتم گراتولیت انگلیسی، حالا هر اگر درست بگیم، انقدر که همه چی رو قاطی پاتی. خب خیلی خوش آمد، اینم از خدا و نوش جانشون بشه اون غذایی که با هم دیگه خوردن. گفتم فقط به من بگو خوب خوردید. گفت هممون خیلی خوب خوردیم. یاد اون موقعی افتادم که منو مامانم و بابام برده بودم میخواستم ببرم بیمارستان. انقدر بعد گفت انقدر یه دفعه احساس گرسنگی کردیم هممون. بعد بابام گفت بریم یه جایی نمیدونم کباب چیچی بخوریم. الانم یادم اون خود اون کباب، اصلا چه جوری ما 3 نفر این غذا رو خوردیم، انگار از پشت اون تمام اون فشارهای روحی یه دفعه کنار گذاشتیم. الان داریم بعد از اون بحران میخواییم غذا یه چیزی رو بخوریم، یه نیرو بگیریم. اون موقع به هم مام حرف نزدیم. خدا خیلی باهوشه. رو هوا یه چیزی رو میگیره. یه دونه روسری میاد هدیه کنه به فاطمه. روسری 470 پوندی. و به من میگه مهدی پریشب با هدا حرف زده خونه رو نشون داده، گفته ببین این خونه چقدر کثیفه، چقدر لباس اینجوری چیه. یه دفعه هدا منصرف شده گفته زیبا من برای یه همچین خونه ای، برای یه همچین آدمی، آخه این روسری با اون خونه تناسب داره؟ گفتم اون روسری با خونه منم تناسب نداره. یادت نیستش که تو میخواستی 300 پوند 300 یورو 275 پوند و اینا برای 6 تا شیشه، همین شیشه های آب که بود، الان امروز من باش آبش آخرشو خوردم، منتها نوع دیگهش، اینا ارزونه، حالا مثلا 1 یورو رو خورده بود، 12 تا آب 300 یورو، 12 تا آب یه جعبه 12 تایی 300 یورو. گفتم بابا ما در این سطح نیستیم که، یعنی چی نمیخوره به من؟ بابا من باید اندازه خودم برم جلو. الان اون 470 پوندی رو برای من چیکار کنم روسری رو؟ الان اون روسری رو چیکار کنه فاطمه؟ گفتم منم باشم اون روسری رو میفروشم، یه روسری متناسب با شرایط خودم میگیرم.
و بعد چیه؟ اون پولو برای صرف مصارف دیگه میکنم. گفتم به یه زن از احساسات بیا بیرون. البته خیلی خوب داره پیش میره، خودش هم این چیزا رو گذاشته کنار. رو گفتم یه زن از این لاکچری بازی های فردی، ما اگه میخواییم لاکچری بشیم هممون با هم لاکچری میشیم، همه با هم. و بهره اول از خانواده عشقمون شروع میکنیم، از خانواده ای که الان داریم میسازیم. هدا گفت من میخوام ادمین گروه بشم. گفتم خیلی خوبه، تواناییشو داری، ولی تازه اومدی تو گروه، صبر کن یه ذره. من تواناییشو داره البته، بچه هم خیلی موافق هستن، ولی گفتم باید یه ذره توانایی کار خودتو با بچه ها نشون بدی. در هر حال هدا خیلی خوبه، رافائل هم باش حرف زده، گفته زیبا، گفته که بچه ها الان یه سری یه حرفایی میزنم الان مخالف های من خوشحال میشه. رافائل برگشته بهش گفته، زیبا گفته بیا با من لایو بزن. رافائل گفته من شغل پزشکیم موقعیت اجتماعیمو به خطر نمیندازم. بعد این گفته بود که اگه تو این بازی با لایف بذاری من لایف نمیذارم. گفته برو لایف بذار، برو لایف بذار، من موقعیت اجتماعی و خودم و موقعیت پزشکیم و نمیدونم تو بیمارستان اینا نمیرم با این خانم به هم بزنم. گفتم اوکی، حالا خوشحال بشن اونایی که مخالفین من هست، مخالفین من باید یه سر خوشحال بشن دیگه. سبزی تموم شد، اینو میخوام با قیماق و مربا بخورم. پنیرم اینقدرش موند، امیدوارم احمد پنیر نیاره. رافائل یهودیه، من نمیدونم دینش چیه، ولی رافائل آلمانیه، اصالتا آلمانه، ولی رفته تو انگلیس درس خونده، پزشکی همون جام کار کرده، ولی اصالتا آلمانیه. توی یه چیز رافائل زیاد داره تو آلمان. این هم از هدا. حالا امروز بعد از لایف بریم ببینیم که مدیریت بحران و بحران‌ها یه مقدار فکر کنم فشارهای روحی ذره کمتر شده. فاطمه داره وسایلشو برمیداره، آماده بشه بره تهران، یه 15 روزی به خودش برسه، به کاراش برسه. یه ذره اصلا تا حالا مسافرت نرفته، انقدر خوشحاله، خوشحاله. بهار، مرسی بهار، مرسی بهار که تصحیح کردی. بچه من دیروز تو لایو گفتم بهار گفته که من فاطمه رو نمیپذیرم، برداشت اشتباه من بود. گفت من چه جسارتی بکنم مادر رو از بچهش جدا کنم، من فاطمه رو میپذیرم، منتها گفتم بهداشتش، سلامتش خیلی مهمه. گفته من بچه دایی بچهت میشم، تو هم توی خونه میری بیرون، برو کارات انجام بده، برو تمام برنامهات انجام بده، من بچه رو نگه میدارم. و با فاطمه صحبت کردم، مهدی هم با فاطمه با بهار صحبت کردم. حالا شاید یه بعد از 15 روز مهدی و با کوروش بلن تهران، خانوادگی هستن بگردن این بر اون بر. اینم از خیلی خوبه. نفس 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 برای همه ماها لازمه. باید
فاطمه بتونه نفس بکشه، از دست شوهرش نفس بکشه، مهدی باید بتونه نفس بکشه از دست نبو. به من گفت انقدر احساس خوبی دارم وقتی تنها شدم. ما بایستی هم تنهاییمون رو داشته باشیم هم با هم بودن رو. خب قیماق من اصلا مهناز قیماق ندیده بودم توی چیز. قیماق رو از مغازهای ترکی خریده مهناز. آخه مهناز برگشت گستی با این ستی که بهت دادم خیلی خوبه، خیلی چرب نیست، مال یوگورته، یعنی هم ترکیبی از یوگورت ماست و بالای ماست دیگه، اون قیماقشه، یعنی هم مزه ترش داره هم مزه خامه ای داره. خیلی خب اینم که بیو ارگانیک بایو. حالا واو یه برو بچه بچه ها ببینن تو، برو اونجا دیگه تا سبزی تموم شدی. خب و اما این بخشی زمین باش فرنی نیست فرنی. او چی بود؟ کجا میشی؟ فرنی با آرد برنج برا خوب بود. حالا اینو بذاریم اینجا. حالا بچه ها حواسشون هست میگن اون قاشق زده بودی به دهنت اینو فلان. هر کی اومد خونه من فلان کسی که بخواد بیا اینو بخوره نیست. واو خب این از این. تو هم بیا برو درت بسته بشه. پنیر خوب بود، زیتون خوب بود، این خوب بود. تو هم بیا اینجا، تو رو میخوام بخورم اما یکم دیگه. خب تو رو خدا اسراف نکن. به کی میگه اسراف نکن؟ به منه که دونه های بجا میگم به دونه های ارزنم رحم نمی کنه. اینجا یه دونه نه دیگه نیستش، هیچی نیستش. آه دخ دخ اینجا هست. با مرزه میخواه نوشه جانت، دهنم افته خوبه، دهنها آب بیفته خوبه، احساس خوبی بهت دست میده. خیلی دل نشینی مرز. خب بیایم سر اون در مورد مهدی هم صحبت میکنیم. برای مهدی جراحی بوده ولی برای فاطمه هم همینطور، ولی از عهدش برمیایم چون ما کسی رو مقابل کسی قرار نمیدیم. ما مبارزه با کسی نداریم. ما فمینیست نیستیم که زنان رو تقویت کنیم در مقابل مردان. نه خیر، ما مردان هم تقویت میکنیم در مقابل زنان، زنان رو هم تقویت میکنیم، ما همه رو تقویت میکنیم. ما با هم هستیم، نمیخوایم که مثلا بر علیه مردان کاری بکنیم. نه این مسئله، من خودم مهدی رو دوست دارم. احمد چرا نیومد؟ احمد آخه احتمالاً احمد هنوز به من نگفته بود، شاید زنگ بزنه بگه. من شاید هم پیام داده، بزن ببینم الان پیام داده یا نه. اینجا گفته بعد از ظهر میام دیگه، میام پیام نمی نداده. نه میاد دیگه، خیلی خوشگله. خوشگله همیشه گفته بعد از ظهر میام، میام بعد از ظهر میام. منتظر میشه میبینه لایبای منو میبینه. جا
آش میخوری خیلی خوب، آش رشته های ایران خیلی خوبه. خب دو تا شایبه بروت، دو تا از این چیزا خوردم از این. خب سب کنین، نگفتی قیماق چی بود؟ قیماق چیز بود دیگه، ماست بود دیگه، ماسته دیگه فکر کنم. قیماق ظرفشو نشون بدم، بذارم یه ظرفشو نشون بدم. Altın kaymaklı yoğurt. این اصلا فکر کنم یوگورته. قیماقلی یوگورت. هی من میگم که این چی؟ بچه اصلا یوگورت خوردیم ما. خوب شد آوردم. این قیماق نیست که، یوگورت قیماق داره. اصلا خود قیماق نیست. من گفتم من تو آلمان ندیدم تا حالا. بیایید. یوگورته، یوگورت قیماقدار، یعنی چیز داره، قیماق دیگه. چی میگیم فارسی چی میگن؟ قیماق. سرشیر مال شیره، قیماق هم میشه مال قیماق دیگه. قیماق سرشیر، آره ماست، آره مالو چقدر خوش به یاد قیماق داشتیم میخوردیم، دیدیم نه بابا یوگورته. مهناز ما خیلی شدیم، ما چه حالا چی بود؟ به موبایلم ماست پاشیده شد رو موبایل. خب ماست داشتیم میخوردیم بچه ها. من میگم که چرا اون قیماقای تو ایران ندیدم، تو چیز تو آلمان ندیدم. ماست چند درصد چیز داره؟ چربیش، چربیش هم حالا باز دوباره ما اومدیم یه چیزی بخونیم باز خیت بشیم. حالا ولش کنیم دیگه، ما که همیشه خیت شدیم. او بالاش می نویسیم دیگه درصدشو ننوشتیم. خلاص اینم بذاری جز خیت شدن های من. ماست خامه. خب بریم. ماستم خوبه. آره گفتم که من یه موقعی توی چیز کردا شگیزین که زندگی میکردم. این بیا موبایلم ماستی شده الان. اینجا یه ذره رو پاکش کنم. آره پاکش کنم. گفتم این لکه رو بدن من، یا دیدم نه لکه رو موبایل. چطوری بیام تو گروه؟ خب بچه بذارین چیزم بنویسم، شماره چیزو بنویسم. شماره منم هر کسی داره بنویسه. الان دیگه خودم هم مینویسم. 3 2 0 4 9 179 5 73 73 83 میشه تلگرام، تلگرام گرام زیبا. خب خب اینو میذارم، اینو شما چیز پیج رضا شیخان. رضا شیخان منو بلاک کرد. پیجش رضا شیخان، بیای شماره شو بهتون تو خودچیز بدم. خب اینم از این. حال ندارم ظرفا رو بشورم. حال نداری نشور. من اتفاقا اینقدر ظرف شستن رو دوست دارم، میذارم بعد یه موقعی بعد از یه مدت حال چیزه احساس من میاد بچه. خب شما هر جور که قیماق میشه سرماست. سرماست آره سرماست داریم تو فارسی، من نمیدونستم. دینت چیه؟ من دینم بیدینیه. من خودم رو فقط قبول دارم. چی بگم حالا من؟ خدا مدا پیغمبر مذهب چی؟ این روزه رمضان پیغمبر امام فلان. دینم بیدینیه. رقص نمی کنی؟ رقص کردم دیگه در لایو قبلی. این لایو نه دیگه. نمی کنم که الان دیگه دوباره برای اینم تذکر نیاد. زیرو کامنت های منو نمیخونی؟ خب یه کامنت دیگه بده الان تو کامنت تو رو خودم. زیبایی خوش چهره، مرسی. شیطان رو هم قبول نداری؟ خب شیطان رو ای خدا بابا قبول داشتن چی؟ من بیام شیطان رو بپرستم؟ من فقط خودم رو میپرستم.
شیطان چه؟ خدا با شیطان زایده فکر انسانه. الان شیطان کو؟ هلو شیطان هر وقت اومد اینجا نشست با من یه چایی خورد، ما با از آشنایی باش خوشبخت میشیم. حالا بیام مثلا به جای خدا، مثلا به جای کسایی که میرن نوکیش میشن، نوکیشان نمیدونم، اسلامو ول کرده رفته مسیحی شده. بابا تو دین اگه خوب بود همون دین خودت خوب نگه میداشتی دیگه. سر و ته یک عباسن. حالا ما خدا رو ول کنیم بریم دنبال شیطان. حالا یکی به من میگه شیطانی، میگم باشه مرسی خوشبختم از آشنایی باشه مرسی من با شیطان. حالا بیام باش بحث کنم بگم من نه شیطان نیستم، بس چرت و پرت دیگه. ترکای تبزه خودتو احمدو میپرستی؟ نه فعلا خودم میپرستم، احمدو دوست دارم، احمد برای من ارزشمند، احمدو دوست دارم، ولی احمدو من فعلا نه، من که کسی رو که مردی یا حد نه زنی هیچ کسی تا حالا وجود منو تسخیر نکرد که بگم اونو بپرستم، یعنی همه چیز وجود منو بشه. نه کائنات رو قبول نداری، هستی دیگه، هستی ایناش بگیم میگه الان اینو قبول نداری، قبول دارم دیگه، هستی هست اشیا، تمام موجودات در این جهان، اون پرندهی که میره، اون ابر، اون آسمون، همه اینا وجود دارن دیگه، اینا رو من قبول دارم. چه من قبول دارم اصلا؟ چه قبول نداشت؟ قبول داشتن نداره، وجود داره دیگه. این هوا، هوا رو نمیبینم ولی وجود داره، حسش میکنم. پس این کائنات چیه؟ کائنات هم همین، یعنی تمام موجودات اطراف تو که من اینا رو همه رو میگم، تو هر جور باشون برخورد کنی، با عشق برخورد کنی، فیدبکش بهت برمیگرد. اینم میفهمه. میخوایم ببینید چجوری میفهمه این چایی؟ میگن که یه آزمایش کردن، شما با این چایی با عشق برخورد کن و بگو آه چقدر خوبی، چقدر خوشمزه، خیلی چقدر. بدید آزمایش کردن آبی که شما بهش حرف خوب زدید، با احساس قشنگ بهش برخورد کردید، با آبی که ریختید اونجا دادید. شما یه غذا رو بخور با اون حالت، با اشتهای خوب، بعد بگو وای چقدر خوبه، چقدر قشنگه، چقدر هم لذت میبرم ازش. یکم اینجوری بگی چه حالا خاویار باشه، گرونترین غذا هم باشه، فکر کردین اون غذا چون قیمتش بالاست به شما خوبی میرسونه؟ به احساس شما برمیگرده. کائنات یعنی هستی اطراف تو که تو هم توشی، تو هم مثل یه قطره‌ای در این دریایی. پس من هر چقدر شعورمندانه با در راستای این هستی حرکت بکنم، ارزش براشون قائل بشم، اونا به من ارزش قائل میشه. دوست خودت رو در نظر بگیر، هر جور باهاش تو یه جوری برخورد بکنی، صداقت، مهربانی، حتی دعوایی که باهاش میکنی، ببینه که تو اونو در نظر گرفتی، اون برای تو جزی از وجودته، دوست داره. فاطمه این همه به من فحش داد تو گروه، ولی فرداش وقتی که من دیدم یه عمل درست انجام داد، یه عمل در جهت خودش حتی انجام داد، من حمایتش کردم. نیومدم بگم بی تربیت چرا این حرف رو زدی، چه بابا این حرف و بحثای زائده، و ما اینا رو توی گروه جلوشو میگیریم. اینو قبول دارم، بله، با احساس قشنگ به همین آب لیمو، به همین لیمو، به همین آب برخورد کن. وقتی که اینو آزمایش کردن، دیدن که سیب، پرتقالی که تو دوستش داشتی، باهاش با قشنگی خوبی برخورد کردی، با اونی که بی اعتنایی کردی، این دوتا رو گذاشتن یه جا، دیدن این زودتر خراب شده، زودتر خراب شده. چرا یه سری آدمایی با وجودی که شوهرای ثروتمند دارن، زندگی قفس طلایی دارن، اما شاد نیستن؟ چون درونن لذت نمیبرن، درونن لذت نمیبرن،
و اون بدنش ازش انتقامشو میگیره. تمام اعضای بدن ما بچه های ما هستن. بذار بچه ها تو اینقدر تربیت نکن، خودشون زبون دارن، خودشون زبون دارن. دستت بهت میگه چیکار بکن باهات، موهات بهت میگه هی میخوای دستتو طوری بکنی همسایه ازت خوشش بیاد، پوز بیاد. بچه تو فدای همسایه مردم میکنی، اونم بچه خودش که بدن خودش هم فدا میکنه. صد جور آرایش میکنی، پوست خودتو خراب میکنی که مردم بهت بگم مثلا خوشگل. بابا این پوستتو با تو حرف میزنه، کائنات این پوست توه، این چشم توه، این بدن توه، این روده توه، این معده توه، این شاش توه. دوست داشته باش شاش تو. دیروز به من هدا گفت شاشش رو ریخته رو سرش، یه چند قاشق هم خورده. گفتم خوب کردی، از این به بعد سه وقتی میشاشی صدای شاشتو بشنو. حتی اون دستشویی رفتنت، اون ریدنت هم قشنگه. ما از خودمون، به ما یه اصطلاحی از تو آلمانی Körperfeindlichkeitsgefühl، احساس بیگانگی از بدن. خب یه بار نگاه کن، هی نه یا که دستم اینجوری، ای زشته، ای فلانه. بابا زشت نیست، خیلی هم قشنگه. گوره پدر هر کسی که میگه زشت. بعد میبینی که اصلا سیستم بدنت فریش میشه، میبینی منو دوست داره. بچه هات که یعنی در واقع اعضای بدنت هستن، سلول های بدنت هستن، میگن منو دوست داره مامانم. یه بحثی هم دیروز شروع کرد هدا درباره اون مردی که باهاش سکس کرده بود توی ایران، یه مرد فالگیره. دیروز ضبطم کردم یه قسمتشو، دو قسمتش رو ضبط کردم. بعد وسط چیز رو خواستیم بریم دستشویی، دیگه بحثمون بود. یه مردی به اسم مهدی میاد باش، میگفتش انقدرم این زش بود، انقدرم این، اصلا میگفت من خودم مونده بودم که چجوری من با این آدم. خیلی احساس بدی داشت از اول در رابطه، گفتم حرف بزن در رابطه باش. بعدش هم گفت خودم انتخاب کردم نهایتم این کار کردم. بعد مرده رو از اینستاگرام آشنا شده بود، بعد که این دیروز پریروز باش حرف زده، میگفت یه مدت هم هستش که تمام عکساشو برداشته، تمام عکسایی که چیزای خوشو برداشته، لا اله الا الله و اینجور چیزا رو گذاشته. خدا اون پیجشو به من بده، ما بیایم ببینیم که این جریان رو بیاد مطرح کنه دیگه، بیاد بگه. اول هدا خیلی احساس چندشی از خودم داشتم، گفتم بابا ول کن چندش مندش و ناراحتی، احساس میکردم چرا من این کارو کردم فلان اینا. گفتم هر کاری کردی، مگه ما خیلی وقتا خیلی غذاهایی که میخوری بعدن رودلت هم میمونه، بعد مثلا میگه اه چه غذایی بود خوردم. ما اینقدر غذاهای گند خوردیم، اینم روش. حالا نمیخوای سرزنش کنی خودی تو چه زنی، ولی گفت من اینو گفتم بیا اینو بگو. گفت میام میگم که من این اصلا با مامانت هم باید صحبت کنی، بگی با مامانت صحبت کن، بگو مامان چرا من این کاری کردم. حالا مامانت بگه، میام به مامانت، خیلی فشار مامان اومده، همه بهش حمله کردن. بسه حمله کنه، مامان من هم خیلی حمله کنه، مامان محدثه هم همینطور. محدثه چرا چیز شد؟ به خاطر مامانش بود دیگه. بعد از اینکه عکسای لختشو به پخش کرد تو گرگان، محدثه میر احمدی،
همه عکسای لختشو برمیدارم میبرم مامان مذهبی اینو پیدا میکنم، میگم بفرمایی این عکس دخترته. مامانش هم ناراحت میشه. بعدش خیلی برای مهندسه سخت بود. با همه مادرها بالاخره یه به ناراحتی کشیدن میداله. بذار الان بیاد همینم برو بهش بگو، بگو آقا چی بوده، بهتر از من بشینه یه ذره خودشو میزنه بعد خوب میشه دیگه. نه ترس در موقعی که خودشو میزنه. اوه آبر ای بای چرا رفتی خوابیده؟ خوابیدم که خوابیدم. من اون موقع توالت مانی یه بار گفتم مامان زیاد هر چیز کنی میرم با این رانندمون با این چی 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 اصلا ای بای، گفتم من بهش اصلا حس دارم، حالا حسم نداشتم نمیدونم چی جوری حرف زدم، من حسم بیاد من رو خوب شد از همون یه دفعه هم بالاخره حست اومده رفته دیگه، فالگیر بوده که بوده، نم زش بوده که زش بوده. دختری که رفته با گوش پشت نوتردام خوابیده، گوش پشت نوتو از نور گوش پشت نوتردام که زشتر نبوده. بابا زشتی چیه؟ ما خودمون زشتی. بالاخره در اون لحظه ای که این کارو کردی لذت بردی. حالا بعدش اومدی احساس کردی گفتی بابا خب بله هدا خودتو نگاه کن با اون کیپت، یادت یه درمان رو دیروز رفتی شاشو ریختی رو سرت، خوب کار کردی، فهمیدی چی هم نیست، دو قاشق هم خوردی، خوب کردی، خوردی، نمردی که، این همه آدم ها شاش خوردن نمردن. یادت نیست یه دونه لایوی گذاشته بودی که وای من یه بار توی زندگی درمانی که با هدا داشتم این گفت اینجام جوش زده. خب گفتم خب شاه شده بزن به تب خالت اینجا همه میزنه. من از خواهرم یاد گرفته بودم، از خانواده آلمانی، خانواده آلمانی که بودم بچه سرما میخورد دیگه یه دفعه میدیم اه حالا بچه شاشم شبیه این بوده، یه دفعه من دم رومیز یه لیوان اینجور اولین بار بود گفتم نلی. بعد اینجور که مارینا من نلیزون چیز ترینگ مال آوس، آقا اون شاشه رو کامل تا آخرش قرد. من تازه اومده بودم چشمام اینجور میشه وای شاشه چه قرد. بعدم من رفتم استخ گوشام یه ذره فونت کرد و گفت بریز شاش بریز خوب میشه دیگه. حالا من گوش دادم، حالا خودم هم داشتم بودم وای چندشم شده بود اینا، ولی گوشام خوب شد. حالا خدا رفته شاشو ریخته رو سر خوب کرد، همون هدایی هستی که میگفتی وای یعنی من برای تبخال شاشو بزنم بابا چیزی نمیشه که شاشو خودته. کورپر فاینگلیش کاتس گفور، این کلمه بود که از ینس یاد گرفتم. ما از کس خودمون میمن ینس به من میگفت بابا این کس خودته، کس رو یاد گرفته بودارم. انقدر ازش چندش نداشته باش، انقدر من کوچیک بودم میگفتم سینه نمیخوام داشته باشم، انقدر ناراحت بودم که الان بزرگ میشم سینه دار میشم. انقدر به ما از نظر القاعاتی که کرده بودم فکر میکردم سینه داشته باشیم که اتفاق خیلی بدی افتاد. Körper feindlich geiz Gefühl، بی احساس بیگانگی از بدن خودمون. حالا داری آشتی میکنی. به هدا میگفتم هدا نگاه کن، قبلنا وقتی نگاه میکردی تو دوربین اصلا به دیگران کار نداشتی که هی به خودت نگاه میکردی، افه اینور اونور اصلا برید لایواشو نگاه کنید، اینجوری میکرد که مثلا فرض کن که خوشگل بشه. از زمانی که موهاش زده کچل کرده اصلا نگاه نمیکنه به طرف مقابل بکنه، اصلا اینقدر تو محو خودشه. خیلی بار دوست داشتنی شده چون اصلا از یعنی داره در واقع خودش میشه به چیزم اینم نمیدونم. مرسی هر کسی که اینو انداخته تو خونه من از این مهمونای جدید من شه. فکر کنم چیز بوده یا مهناز که نبوده، فکر کنم شهناز بوده، انقدر این به درد من میخوره مواظبم گم نشه. و
وای 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 خیلی خوبه. اینجوریه دیگه بچه ها، بس دیگه یه ساعتمون شد و خوبه. لای لا لای لا لای لا چی بود آهنگ رو خوندیم؟ آهنگ رو قبل تو لایو قبلی خوندیم دیگه. بای بای بچه ها، مرسی مرسی.